آخرین منزل پایتخت نشینان هر روز برای ساکنانش تنگتر می شود. تا سال 1197 این شرایط برامون مهیا هست که بتونیم دفن روزانه داشته باشیم. هر کی میخواد توی تهران رخت آخرت بر تنش کنه 3 سال بیشتر وقت نداره، چرا که پیش فروش نمیکنیم. حالا که بهش زهرا به روزهای پایانی خودش برای دفن اموات نزدیک میشه، گفته شده که مردم هم میتونن امواتشون رو در اماکنی مانند امامزاده صالح، حضرت عبدالعظیم حسنی و اماکن مقدس دیگه به خاک بسپارن. اما در واقع درخواست کردیم که بررسی کنن آیا امکان دفن هست یا نیست. قطعا ظرفیت ایجاد نخواهد کرد، ولی به هر حال دنبال این هستیم ببینیم میشه تو این زمینه اقداماتی رو صورت داد یا نه. مدیریت این مجمع با شهرداری نیست و ما در بحث قیمت اینها دخالتی نداریم. البته اگه گره‌گشا هم بود، قیمت‌ها در این اماکن متبرکه به قدریه که کسی حتی نمیتونه فکرشو بکنه بخواد امواتشو اونجا دفن کنه. تا 3 سال آینده که امکان دفن اموات هست، بهشت زهرا در چه وضعیتیه؟ فاز 1 ما فضایی داشته باشیم که اینها تبدیل به قبر شده باشه. هر قبری رو 20 میلیون تومان ما دریافت میکنیم. 11 دقیقاً 11 وجبه، یعنی هر وجبش نمیدونم 1,200,000 یا 1,300,000 تومان هزینه میبره که این قبر 20 میلیون تومانی رو بخری. در فاز 2 هر قبری رو ما 7.5 تا 8 میلیون تومان دریافت میکنیم. در فاز 3 1,500,000 تومان دریافت میشه. اینجا هم فاز پایانی بهشت زهراست که هر یک وجبش بین 100 تا 110,000 تومانه. شهرداری هم به دنبال یه فضای جدید برای بهشت زهرای 2 در پایتخته. یکی از مکانها قطعی شده که داریم پیگیری های لازم رو انجام میدیم. اگر منجر به توافق نهایی و قرارداد نهایی بشه قطعا اطلاع رسانه میکنیم و به سمع و نظر مردم عزیزمون در شهر تهران میرسونیم. میگید کجاست؟ همین اطراف همین مجموعه است. شاید نگرانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران از اینه که اگه آدرس مکان جدید رو بده خاک اونجا هم کیمیا بشه. در قطعات قدیم بهشت زهرا همه ملک شخصی دارند و یک طبقه است، اما اینجا گویا همه باید بازم آپارتمان نشینی کنن و در کنار همسایه هاشون باشن.